ما چرا باید موسیقی رو یاد بگیریم و اصلا موسیقی چه نقشی میتونه تو زندگی ما داشته باشه؟ خدمتتون عرض کنم که من یه سوال میخوام براتون درست بکنم و اونم اینه که یه تصویری و یک صدایی میخوام براتون پخش بکنم. ببینید چقدر از این تصویر و صدا رو میتونید در حافظتون نگه دارید و تا به ادامه صحبت. اولا که خدمتتون عرض کنم که هر دو صدا و تصویر به فرمت ویو به شما رسید، یعنی موج، و شما در واقع تصویر، مثلا منو می‌بینید پیرهن آبی تنمه، به واسطه اینکه نوری که به من تابیده شده نور آبی کنسل شده و شما بنابراین تشخیص میدین که نور آبی پیرهن من نور آبی هستش و در واقع صدا هم به شما به همین فرمت میرسه. ولی الان وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که شما آیا دیدین که شلوار اون فرد آبی بود؟ آیا یه لیوان توی تصویر دیدین؟ ولی کدومتون میتونین تشخیص بدین که گامش چی بود؟ نوتایی که زده شد چی بود؟ از موسیقی چی یادتون میاد؟ در واقع شاید هیچی. اتفاقی که میفته اینه که ما در واقع این ویو یا این موج به ما رسیده، ولی جوری که مغز ما تونسته اینو پردازش بکنه با خیلی کاملا با هم متفاوتن. یه تحقیقی به عمل اومده و اونم اینه که بیش از 85 تا 95 درصد در واقع پنج حس ما، اینپوت پنج حس ما از بیناییمون هستش و در واقع تو فارسی ما یه ضرب المثل داریم، یه مثلی داریم که میگه ما عقلمون به ششمونه و در واقع اگه اینو همجوری اوریجش بکنیم میبینیم که 10% شاید بیشتر، اگه اونو بکنیم 90%، 10% بیشتر نمیمونه برای بقیه حس ها و توی این عکس نگاه میکنیم تقریبا 1% بیشتر برای شنوایی نیست. در واقع شنوایی ما 1% بیشتر تو عمرش کار نکرده و بسیار عضو ضعیفیه، بسیار عضو نارسیه، مثل یک بچه راستگو میمونه، هیچ فیلتری نداره، هیچ دروغی نمیتونه بگه، ولی ما با چشممون خیلی ساده جلو آینه هر روز تمرین کردیم و در واقع شکلمون رو درست کردیم. دو تا لغت هستش در واقع که در واقع یه لغته، لغت پرسن هست. لغت پرسن یا پرسونا، پرسونا لغت لاتینشه که همون لغت پرسن در انگلیسیه که معنیش یعنی ماسک، یعنی اینکه ماسک در واقع به زبون فارسی، و یا نقش یا بازی. ما آدم ها در واقع تو زندگیمون چند تا نقش رو بازی میکنیم. لغت این لغت معنیش اینه که مثلا فرض رو بریم بگیریم که ما هر کدوممون توی خونمون ممکنه که یه فرد باشیم، سر محیط کارمون ممکنه یه فرد دیگه باشیم، با دوستانمون ممکنه یه فرد دیگه باشیم و در واقع شخصیت های مختلف رو داریم تو زندگیمون بازی میکنیم. به همین واسطه لغت پرسن میاد به ما میگه که شما چند تا نقش داری. و من کاری که کردم اینه که این سلاید در روی دیکشنری پیدا کردم که در واقع لغت پرسن هست یعنی پلی یا یعنی پارت که بازی میکنیم. سلاید بعدی هستش که در واقع پرسونا یعنی ماسک و سلاید بعدی زبان چیست؟ در واقع موسیقی چیست؟ فرق اینا با هم چیه؟ زبان وسیله برای ابراز ضمیر خودآگاه انسان، موسیقی وسیله برای بیان کردن یا ابراز ضمیر ناخودآگاه انسان. فرق این دوتا اینجاست. به چه واسطه؟ به واسطه اینکه ما
وقتی که صحبت میکنیم با ماسکمون ربط داره. یعنی ما هر روز صبح که پاشدیم رفتیم جلو آینه و این شکل یا این ماسک رو تمرین کردیم. ولی موسیقی چون به شنیدنمون ربط داره، ما این گوشمون یک عضو نارس هست و اصلا عضویه که تمرین نداره و قوی نیست و اصلا هیچ جوری نمیتونیم کنترلش کنیم، در واقع هیچ فیلتری نداره براش. برای همین موسیقی خیلی عمیق، مثل در واقع اینجوری براتون بگم که مثل یک اتوبان میمونه با یه پهنای باند خیلی زیاد، مستقیم با ضمیر ناخودآگاه ما کار داره. من از خودم بخوام براتون بگم، من تو برکلی کالج آف میوزیک تو شهر بوستون تو آمریکا درس خوندم. دو تا رشته، یکی میوزیک پروداکشن انجینیرینگ، یکی هم جاز پرفورمنس. که وقتی که درسم تموم شد، بعد همونجا تو مدرسه دو تا کار گرفتم، پروداکشن منیجر و فکالتی اوتریچ. یعنی درس میدادم همونجا و کارهای کنسرت‌ها، و در واقع تو مدرسه 2000 تا کنسرت سالی برگزار میشد و در واقع کار من یکی از کارام این بودش که اینا رو هماهنگ می‌کردم. اگر هر کاری تو این شاخه بود در واقع انجام میدادم. مهمترین اتفاقی که برای من افتاد این بودش که وقتی که من رفتم سر کلاس ایشون، آقای دیو ترانزو، ایشون معلم گیتار من بودن و ایشون جلسه اول من یک ساعت نشستم سر کلاس ایشون، نیم ساعت با هم بداهه نوازی کردیم و توی نیم ساعت دوم ایشون شروع کردن راجع به من صحبت کردن. کاری که کردن این بودش که خیلی ساده و خیلی این روز روشن در واقع اومدن ایشون دسترسی پیدا کردن به ضمیر ناخودآگاه من. به من گفتن که تو تنبلی. تنبلی های من یکی یکی برام شمردن گذاشتن جلوم. به من گفتن که تو چرا همش داری میونبار میزنی؟ چرا همش دنبال اینه که مسئول نباشی؟ چرا اینجوری میکنی؟ و باز ایشون دونه دونه اینا رو برای من توضیح دادن. به من در مورد خودخواهی های من، در مورد فردگرایی های من، اینا همه رو به من توضیح دادن. به من گفتن که در واقع تو به مسائلی که تو زندگیم بی‌توجهی می‌کنم، حتی اینا رو دونه دونه برای من شمردن. و خیلی یه مطلب خیلی مهمی که به من اشاره کردن، در واقع ما انسان‌ها کاری که می‌کنیم ترس‌هامون رو تو زندگی پنهان می‌کنیم و ایشون باز در مورد این با من خیلی به وضوح صحبت کردن. اتفاقی که افتاد، من خب شوک شدم و اصلا حال عجیبی داشتم و اومدم خونه و به مدت یک هفته من خطا سر کارم میرفتم، درسمو میخوندم، همه این کارا، ولی همش تو اتاق بودم و تمرین میکردم و اصلا با کسی نمیخواستم راجع به این مسائل صحبت بکنم، برای اینکه فقط داشتم فکر میکردم که چه اتفاقی افتاده. تو همون یک هفته یه دفعه من متوجه شدم که منم همین کارو با شاگردام میکردم، با دانشجوها میکردم. چجوری این یادم افتاد؟ این بودش که من تو هفته 80 تا شاگرد درس میدادم، نیم ساعت که در واقع نمیشناختمشون حتی، به واسطه اینکه تعدادشون زیاد بود و بعضی موقع هم عوض می‌شدن. اتفاقی که افتاد، سال اولی که من شروع کردم این تعداد آدم‌ها رو درس دادن، من می‌دیدم که اگر این فرد، چه خانم چه آقا، اگر اینجوری تمرین کرده باشه نتیجه‌اش اینه. در واقع چرخه‌ها یا پترن‌های تمرینی رو توی درس جواب دادن می‌دیدم. بنابراین تونستم اینا رو اینجوری به هم وصل کنم برای خودم که بگم که خیلی خب آقا یا خانومی که نشستی جلوی من داری درس جواب میدی، شما امروز که رفتی فرداش تمرین نکردی، ولی پس فرداش تمرین کردی، دو ساعت هم تمرین بیشتر نکردی، روز سوم خواستی تمرین کنی تمرین نکردی. در واقع این به واسطه تمرین برای من واضح شد. در واقع سال دوم اتفاقی که افتاد این بودش که این مسئله باز برای من شفافیتش رفت بالا و خیلی دقیق‌تر میتونستم حتی به دانشجون بگم که آقا یا خانم فلانی، شما پنجشنبه که تمرین کردی جلو تلویزیون تمرین کردی، حواست نبوده، بنابراین این تمرین به درد نمیخورده، چرا اینجوری تمرین کردی؟ سال سوم باز مسئله اصلا کلا برای من عوض شد. من دیدم که این صدایی که داره در میاد از این دانشجو خود آدم است. در واقع اون ضمیر ناخودآگاه اون آدم پشت این صداست و من اون انسان رو دیدم پشت این صدا و تونستم بفهمم این آدم بدجنسه، این آدم خوشجنسه. در واقع برخورد انسانی شد و این شد که من در واقع متوجه شدم که بله، آقای ترانزو داشت با من چی کار میکرد، داشت به من میگفت، داشت منو میخوند. و من اتفاقی که برام افتاده بود، من حتی جرئت نمیکردم راجع به این مسائل با کسی صحبت بکنم، برای اینکه به هر کی میگفتم مثلا ممکن بود بهم بگن شما جادوگری، ولی در واقع جادوگری نبود، من تمرین کرده بودم. اتفاقی که افتاد
این بودش که من تونستم از میتونستم در واقع با این انسان شناسی در واقع به اون دانشجوام کمک بکنم. در مورد قدرت موسیقی خدمتتون عرض بکنم که موسیقی قدرتش خیلی زیاده. به چه دلیل؟ به دلیلی که به شنوایی ربط داره و در واقع شنوایی به هیچ فیلتریشون نداره و در واقع عضو یه جوری نارسه. در واقع به خاطر همین وقتی شما داری یه موسیقی رو تولید میکنی مستقیم با ضمیر ناخودآگاه شما کار داره. و وقتی که نگاه میکنیم بهترین مثالش اتفاقات مهمیه که تو زندگی ما میفته. مثلا براتون یه مثال بزنم، مثال جنگ ایران و عراق که سربازای ما با یه آهنگ ای لشکر صاحب زمان پا میشدن و با یعنی با یه دسته سرباز پا میشدن میرفتن جلو گلوله و هدف این بود که برن به هدفشون برسن. این قدرت موسیقی رو نشون میده که چجوری این سربازای ما با این انرژی از جاشون پا میشدن و این کار رو میکردن. یه مثالش این. مثال زیاده، مثال بی نهایته. یه جور دیگه براتون مثال بزنم. همه تون بدون شک کسی نیست تو این اتاق، مگر اینکه اصلا تا حالا موسیقی گوش نکرده باشه، که نشده که شما با موسیقی گریه‌تون نگیره. ولی احتمالاً هیچ عکسی شما رو به این حالت ممکنه در نیاورده باشه، ولی موسیقی شما رو به گریه در آورده یا یه خوشحالی خیلی زیاد و بالعکس. موسیقی کارش چیه؟ موسیقی کارش چیه؟ من اسم موسیقی رو گذاشتم مایتابه. چرا؟ به این واسطه که میاد من فرد رو، ضمیر ناخودآگاه منو مثل مایتابه میذاره تو صورت خودم. یعنی میاد خود منو به خود من نشون میده و مهمترین کارش اینه که به ما کمک بکنه که ما چجوری انسان بهتری بشیم. یعنی ما تو زندگی حالت عادی هیچ روز این جوری دسترسی به ضمیر ناخودآگاهمون نداریم، ولی موسیقی کاری که میکنه اینه که این ضمیر ناخودآگاه در میاره، میذاره جلوت، میگه نگاه کن ببین تو کی هستی و چی کار بکنی. و این اتفاق خیلی اتفاق مهمیه. بسیار عالی. در واقع یه لیست خیلی کوتاه درست کردم که بگم موسیقی چی کار میکنه. موسیقی در واقع به شما یاد میده که صبور باشی. به واسطه تمرین کردن شما ساعت‌ها باید بشینی تمرین کنی، فوکس کنی، دقت کنی و در واقع این صبور بودن رو به شما یاد میده. موسیقی به ما یاد میده که چجوری باید یاد بگیریم، چون آموزش مهمترین اتفاقی که تو زندگی ما در واقع نقش داره. حتی آموزش دادن یا آموزش گرفتن این خودش یه جور آموزشه و این خودش خیلی مطلب مهمیه. یک چیزی که خیلی توش مهمه اینه که به شما نشون میده همه چیز یک راه داره، فقط یک راه، اونم راه سخته. هیچ شورتکاتی نیست، هیچ میونبری نیست، هیچ جوری شما نمیتونی از بار مسئولیتش در واقع شونه خالی بکنی و باید بری تو اتاق در ببندی و تمرین کنی. و در واقع اون کارش اینه که به شما بگه تو زندگی عادیتون هم باید همین کارو بکنی، هیچ فرق نمیکنه. اون این داره به شما این پترن رو یا اینو این روش زندگی کردن رو داره یاد میده. و در واقع چگونه به سمت تحقق رساندن اهداف کار بکنی، در واقع چگونه روی اعتماد به نفسمون کار بکنیم که راجع به اینا همه حرف زدیم و ضمیر ناخودآگاهمون رو خیلی پررنگ در واقع به ما نشون میده. و یکی از مهمترین کارش اینه که برخورد با چراها. یعنی ما به خیلی چیزا میگیم چرا و چرا میگیم چرا، این خودش یه فلسفه خیلی مهم زندگیه که موسیقی ما رو در واقع با این خیلی به صورت پررنگ روبرو میکنه. برای همین یادگیری موسیقی در واقع امریست واجب برای همه ماها. ما باید هر روز تمرین کنیم، باید هر روز زحمت بکشیم و موسیقی رو تمرین کنیم. خیلی متشکرم، مرسی که حرفمو گوش کردین.